سلام، از امروز با آینه جدید من حالا بهتون نشون میدم سر فرصت. آقا چقدر این زده نوره. بذارین بهتون بگم امروز چه خبره. امروز غزاله اومده پیش من که منو میکاپ کنه. حالا غزاله کیه؟ من سه بار تا الان با غزاله میکاپ های خیلی خوب داشتم و بهش گفتم که ببین سریای بعدی من باید تو رو معرفی کنم، چون واقعا از اون استعدادهای کشف نشده است به نظر من غزاله. ببین من خودم، مامانم، شقایق میکاپ شدیم و حتی مانینی وایسه بگم یکی از فامیلامون توی مراسم من خودم توی عقدم یه میکاپ داشتم واسه شب مراسم که افتر پارتی توری که دوستان اومدن روز عقد پیشمون، اون میکاپ هم غزاله انجام داد و یعنی پرفکت و ماکارانی. و غزاله هنرمند رو داریم. غزاله واقعا داشتم الان به بچه ها میگفتم که تو یک استعدادی هستی که اونطور که باید کشف نشدی و من خوشحالم که واقعا پیدات کردم. من خوشحالم که این همه تجربه شیرین با شما داشتم. آره واقعا کلی خاطره های مهم من با تو بوده. آره خودت هم خیلی خوش انرژی بودی و واقعا خیلی به من چسبید اون میکاپ. خیلی خوشحالم که واقعا من انتخاب کردیم واسه روزای مهم زندگیتون و من کنار خودتون و عزیزتریناتون بودم. برای من خیلی شیرین بود. مرسی عزیزم. خب ما از این کلیپس هم زدیم شروع میکنیم. از دوستی رسیدیم که به خودتون ناز غزاله تا حالا گربه ناز نکرده. بعد موکا یهو میاد وسط کار. مثلا همینه دیروزم یه آقای اومده واسه یخچال یهو جلو آقای تاق باز من ناز. آخه نبود این ماما جان، شما اعلام کن که اجتماعی نبودی. چی شد که اجتماعی شدی؟ من دو ماه پیشش نبودم. خوباش خیلی خوب این بچه رو جانم تربیت کرده. اوش خب اینا رو بعدم که نه خاطی بوشون کنی راحت بود. آخه وسایل من خیلی دوست داره. اصلا کلا موکا همه چیز جدید دوست داره. آقا همین الان در رو زدن یونیا رو. ببین اینجایی که من گلم رو گرفتم، گل عقدم رو دقیقا از همونجا الان امروز من گل گرفتم. چقدر پیونی صورتی خوشگل. دیگه گل لیلی توی سعادت آباد. اینجا تا اینجا ما پیش رفتیم. منو میبینین صدا ندارم؟ واقعا ندارم که میخواد صدا برگرده. وای از این همه زیبایی. آیی بچه خدایش ببینیم از زیبایی. یعنی من هر سری شگفت زده میشم. ببین بچه ها من تا الان چند تا میکاپ خیلی عجیب با غزاله داشتم. یکیش این بود که وایسا بگم، اولیش مراسم هلیا دوستم بود. نه آره مراسم هلیا بود که غزاله منو میکاپ اسموکی سرمه ای کرد. اصلا وقتی بهش گفتم حسیدم رنگش پرید. من چوشو که اوکی انجام میدیم کاری نداره دلائنم. ولی ببین پرفکت. حالا عکسش الان اینجا براتون گذاشتم ببینین. حالا تازه تو این عکسی که من براتون گذاشتم خیلی خوب معلوم نیست، ولی اون شب مرزم همه جدا که والا چقدر خوب شدی فلا اینا. بعد گذشت گفتم انقدر میکاپ همو دوست داشتم، گفتم غزاله من شب مراسمم میخوام میکاپمو عوض کنم. گفتم مثلا تو یه شب مثلا دو تا میکاپ بزن، چون صبحش عقدمون بود شبش ولی دوستامون نبودن، فقط دو تا ساقروش من داشتم. شبش مثلا خواستم تو همونجا بگم دوستامم بیان که مثلا دیگه حالا دور هم جشن بگیریم و اینا، مثلا در حد 3 ساعت اینا که دیگه اون اومدم خونه لباسم عوض کردم میکاپم و غزاله عوض کرد که داشتم میمردم از خستگی. یعنی جودم که غزاله من دارم میمیرم از خستگی. گفت اوکیه برو ما هستیم تو برو آماده شو، مثلا لباس میکاپ قبلتو پاک کن. تو اومدم یه چرت کوچیک زدم، بعد دیگه چرت کوچیک زدم و بعد غزاله شب میکاپ من گفتم بهش که من اسموکی نقره‌ای میخوام. از اون لحظه گفتم که چه سختی هم بود. اسموکی نقره‌ای کرد که دیگه همه اینجوری بودن که والا میکاپ شب چقدر جذابه. و اصلا دیگه غزاله از اون روز، البته صبحش که خب همه رو میکاپ کرده بود فامیلامون، مانینی، دختر خالم، عروس خالم، خالم، همه، بعد دیگه همه اینجوری بودن که لطفاً به ما شماره شو بده. و دختر خالم که دبی گفته بود که دبی نمیای،
دیگه خلاصه اینطوری. خوبی غزالم اینه که بچه خونه هم میاد، خیلی از میکاپ آرتیستا خونه نمیاد، ولی این خونه اومدنش به من کمک خیلی بزرگیه. دیگه اینجوری هم تا کلی تولید محتوا کنم، هم کلی تو رفت و آمدم صرفه جویی میشه. حالا این میکاپش هم ببینین غزال با من چه کردی. بچه این لباس کوچلامه ها، کاشکی کوچلا کاشکی اونجا بودیم یه میکاپ خفن میزد نرمزیم. غزاله تصمیم گرفت که بریم رو مود قهوه‌ای، چون یه لباس دیگه هم بهش نشون دادم، گفتم اینم میتونم امشب بپوشم. گفت خب برای اونو بپوش و برات قهوه‌ای بزنم. اینه که ما رفتیم راند دوم انگار میکاپ، گفت خب پس بذار من قبلی را عکسا رو بگیرم، حالا بریم روی حالت قهوه‌ای تر. بچه چه میکاپی شد این قهوه‌ایارم، خیلی دوستم. بچه چیزی بگم، جز بهترین میکاپ هایی که تا الان رو صورت خودم دیدم. و آها اینو بهتون بگم راجع به غزال، حالا خودش هم اینجاست، ولی واقعا ببین جدا از اینکه کارش قد گرونترین میکاپ آرتیستای ایران خوبه، قیمتش خیلی مناسبه و این به نظر من حالا جدای از کار خیلی خوبش که نقطه قوتشه و جدا از این که میاد توی لوکیشن هم میکاپ میکنه، قیمتش هم واقعا خوبه. یعنی اگه واسه مراسم عروسیتون میخواین با غزال کار کنین، صد بهتون پیشنهاد دارم، چون من خب برای مراسم عقدم میکاپ شبم با غزال بود و واقعا عالی بود. یعنی هر کی میدید از نزدیک میگفت مگه داریم. اینم دیگه ببینید، من الان میگم غزالا رو از سر اینه که شقایق دوست خودم فرمالیتش رو با غزال میکاپ شد، دیگه غزال شد قشنگ فیوریت ما. شقایق غزالا رو به من معرفی کرد، من توی مراسم خودم شبش انجام دادم، بعد مامانم دخترم همینه که بهتون گفتم و گفتم میکاپ کنه، بعد توی مراسم دوستم هلیام دوباره من میکاپم با غزالا. یعنی میخوام بهتون بگم من فکرم انگار 6 دست میکاپ مختلف از غزال دادم و همه یکی از یکی بهتر. دیگه نگاه کنین دیگه خودتون. آقا عقد شقایق با شما بود. عقدش و فرمالیته دو تا. آره که تو پیجش هست. من کلا پیج غزال رو براتون گذاشتم. آقا نمیتونم مثلا حساب کنم. حالا من در ادامه ویدیو میخوام برم براتون آنباکس کنم لوازم آرایشی که از آمریکا آوردم، چون وقت دارم تا شب و اونا رو هم آنباکس کنم که دیگه این ویدیو کامل میکاپ با من. خب آقا من اینو اومدم گذاشتم اینجا، گلدون خوشگلم که از گل بوتیک گل لیلیه، بعد دیگه میبینین شب شده، گفتم که بیام لوازم آرایش ها رو بهتون نشون بدم، چون منم تو این دو هفته‌ای که رسیدم اصلا نیومدم چون از این لوازم آرایش رو استفاده کنم، چون گفتم بذار اول بیام آنباکسش رو اینجا بگیرم بعد. یعنی شما ببینید من دیگه چقدر خودم رو حفظ کردم. و این سری هم دیگه دوربین رو اینوری گذاشتم که هر چیزی که باز میکنم ببینم که دارم من نزدیک بهتون نشون میدم یا نه. بعد خب بریم این قسمت اول. آها بذار اول من اصلا اینو بهتون بگم. آقا من یه پک لوازم آرایشم از صدف گرفتم که به هم کادو داد، یه سریم خودم براتون گرفتم که گیفته، که از بین ولاگای قبلی که تا الان براتون توی یوتیوب گذاشتم که همه از آمریکاست، از توی کامنتاش با توجه به آیدی اینستاگرامتون که قرعه کشی میکنم به شما تعلق میگیره. بعد ولی یه سریش هم آیتم های خودم که الان توی این ویدیوها بهتون نشون میدم. این چیزاییه که اینو صدف به من داده، یه دونه چیزه، یه دونه همین حالت باکس کالر پاپه، این مری باید میبود حالا، که کلی مداد چشمه. بعد ببین نیلوفر این مداد چشمه کالر پاپو داره، خیلی خفنه. بعد از این مداد چشم پاستیلی های رنگی خیلی خوشگله، این مثلا این رنگ تقریبا صورتیشه، بیارم ایتون نزدیک نگاه کن رنگو میبینین، ببین نگاه کن این، حالا روی این دست سوختم از غذا، این چه رنگ شارپ و نرمه، خیلی نرمه. خب این مورد اول بود که گفتم بهتون نشون بدم، کلی هم رنگ داره، رنگای خوشگل. این از این. ببین صدف دقیقاً به هم چیزی رو داده که من تا روز آقای گفتم بذار من اینو میرم فری شاپ میخرم و چه شانسی آوردم. یعنی اصلا چی گفت که نگفته بودم به صدف چه چیزایی میخوام. آینه این مال
نیلوفر فرستاده که به یکی از دوستاش بدم. همه این تو انا ها. اینم مال الناز، اینم مال الناز. خوب شد الان اینجا دیدم اتفاقی. اینم مال الناز. ببین من اومدم دنبال این گلو رسیپی، کلا یه برند خیلی معروفه. من چند سال پیشم یه دونه داشتم ازش، دقیقا هندونش بود، خیلی راضی بودم، ولی از یه طرفم واسه پوستم سنگین بود. مثل اینکه الان این یکی خیلی دوباره اینم ترند شده از گلو رسیپی. اینم دوباره ببین این چیزشه، واترملون گلو پینک جوس موشرایزر. خب موشرایزر مرطوب کننده است. و اینکه یکم من فکر می‌کنم از اونی که من داشتم سبک‌تره. چرا اینو میگم؟ چون نیلوفر اینو داشت، من استفاده کردم و جوش نزدم و خیلی برای من سبک‌تر و بهتر بود. قبلی رو که داشتم اونم کلی استفاده کردم، ولی همزمان شد با سوختن دستم که دیگه من به دستم می‌زدم اصلا مثل آب رو آتیش بود، خیلی خوب بود. حالا این چند تا پکیجینگ داره. این پکیجینگ ریفیلش، یعنی شما وقتی تموم کنین میتونین این باکس ریفیلش رو بخرین و اینو داخل این اضافه کنید و دوباره پر کنید. کلا هم آمریکا یه چیز خیلی خوبی که داشتیم بود که تمام نوشیدنی‌ها ریفیل بود. یعنی نوشیدنی‌های آمریکا گفتم که ریفیل بود. علاوه بر اون بعدی این دوباره ریمل بهتر دن سکس مال برند، اگه اشتباه نکنم تارت بود. نمیتونم پیدا کنم. بهتر دن سیس تو فیس، مال تو فیس. این دکتر من کلا قاطی میکنم تو فیس ده. اینم با صدف داده بهم که فکر میکنم رنگ آره شکلاتیشه. میزنم به زودی بهتون نشون میدم. اصلا من باید با اینه یه ویدیو میکاپ هم بگیرم. اولالا دست مامان بیوتی درد نکنه. خیلی خوبه ها آدم دوستش میکاپ آرتیست باشه، میگم میکاپ آرتیست، بیوتی بلاگر باشه. یعنی من واقعا خیلی احساس خوشبختی میکنم. خب این پالت سایه خودمه. این دوتا هم بذار حالا که چرا گذاشتم این زیر. این دوتا هم از آیتم هاییه که من برای شما خریدم و قراره به شما کادو بدم. حالا اینا چیه؟ بذار اینا رو بهتون نشون بدم. اومدم یه لحظه حواسم نبودم مثلا نشون ندم، گفتم که بذار تا هم جایزه هاتون رو ببینین. چیه سریز جایزه که سوغاتیه. این یه پلته از دوباره ببخشید این شیگلمه، یه چند تا شیگلم گرفتم، چند تا کالر پاپ. این کالر پاپه، خیلی همشون ببین چیزای رنگی گرفتم، یعنی مدلایی که خودم بیشتر دوست دارم و لذت میبرم. من صدا ندارم، از وقتی برگشتم حساسیت شدید دارم به آب و هوای تهران نشون میدم. من نمیدونم بدنم خیلی جوگیره. نهاش اینم دوباره مال یکی از شما هاست. بعد این کالر پاپ اون یکی شیگرمه. بعد خیلی حساسیت شدید دارم نشون میدم. انگار ببین همش میبینی صدام که اینطوریه، انگارم که رو گلوم خاک نشسته. بعد در بسته میشود. خب اینا هم که کادوهای شما، بس حواسم باشه کادوهای شما هم نشون بدم. خب میریم مورد بعدی. آها این چه، اینم دوباره مامان بیوتی داده، لورا مرسیه. این هم فکر کنم پرایمرشه. آره آره پرایمر لورا مرسی. ببین من لورا مرسیه رو کلا با صدف شناختم، یعنی همه چیشو از صدف یاد گرفتم چیه و چه جوری. اینا رو بزنم به قاطی نشه، نه بزنم اشتباهی دور. دوباره صدف ریمل بهتر دن سکس تو فیس داده. باز شود دیده شود، قطعا پسندیده می شود. اوه چه رنگش خوشگله. رنگ قبلی که من دارم چیزه، یکم ملایمه. این چه فرقی داره؟ بوست لش والیوم لنث نوریشینگ کامپلکس هلپ. ببین نمیدونم این با اونی که مثلا اون یکی لاینی که ما داریم که مثلا روشن‌تر و اینا چه فرقی داره، ولی این لاین دیگه است فکر میکنم. بعد دیگه اونقدر چیز نیست دارم. آها اینم جز چیزایی که دوباره برای شما گرفتم. خوبه دارم داره اونایی که برای شما گرفتم این قشنگ یک تو دست دارم بهتون نشون میدم. اینم دوباره یه پالت کالر پاپ بود به نظرم جذابه. میش افتاد بزنم اینجا. آها خب اینهاش. ببین من اومدن دم گمرک داشتن به هم ایراد میگرفتن، چون خیلی وسیله داشتم، یعنی
همه چی هم تازه من تگ و نمیدونم اینجور چیزا رو همه چی رو کنده بودم. این وقت فکر نکنن مثلا واسه فروش و این داستانا. این اربن دیکی اینم مال مامان بیوتیه که داده. اینم ببین خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. من اینجا بعد دوباره اینه هاش، این هم دوباره برای شماه کالر پاپ. ببین من سعی کردم یعنی تا جایی که میتونم پالت های سایه بگیرم، چون میدونم خیلی ها مثل من عاشق پالت سایه هم. و خب چون میخواستم رو تعداد بگیرم بهترین گزینه واقعا سایه بود، چون که خیلی بهتر توی چمدون میتونستم بذارمش. و کالر پاپ هم کلن من خودم کالر پاپ هم از صدف یاد گرفتم، به هم کیفیتش خوبه، هم جزو برندهای قیمت مناسبه، کلا همه جهته برند خوبیه. اینم مال دوباره دوست نیلوفره. بعد آهان ببین یه دونه این ضد آفتاب شیت زیدو رو خودم خریدم، باز اینم خیلی میگن ضد آفتاب خوبیه، من اصلا اونجا نرسیدم استفاده کنم. اوه چقدر چیز میز دارم. آها ببین اینو خودم خریدم توی یکی از ویدیوهای یوتیوبم، هم حتی بهتون نشون داده بودم فکر میکنم تا الان. این از برند پاتریک تاه، حالا یکم چیز شده. این واقعا آقای خیلی یهو اینه عکسشو گذاشتم، خیلی یهو ترکوند و معروف شد و خیلی برندش بودا ولی مثلا یهو ترکوند معروف شد. ببین این فکر کنم جز چیزاییه که مامان بیوتی کادو داده اگه اشتباه نکنم. خب دوتا چیز دیگه دوباره مامان بیوتی کادو داده، یکی این خط لبای کالر پاپ. ببین این سه تا رنگ رو داشتم نگم که کاربردی ترین واقعا رنگ هست. یکی این، اینم دوباره مامان بیوتی داده از فنتی بیوتی، نمیدونم چی، الان هم نمیتونم رو میکاپم بزنم چون میکاپم خراب میشه، ولی اینم به نظر جالب میاد. اینم دوباره برای شما خریدم، این همچنین این آهان اینو مامان بیوتی بهم داده از نارس. ببینیم چیه. او کانسیلر نارس. ببین من تا الان سه تا کانسیلر نارس گرفتم، همه رو گم کردم و این کانسیلر نارس جزء چند تا کانسیلر برتر دنیاه. آقا مامان بیوتی ببین چی داده از خدا بیوتی. مامان بیوتی از خدا. امروز استوری گذاشته بودم که بچه بالاخره مامان بیوتی رو دیدم. بعد یکی دایرکت داده بود که مگه صدف بارداره، گفتم نه آقا جان ننه بیوتی دیگه معروف، ما همه به صدف میگیم ننه بیوتی. آها ایزی بیکشه، نمیدونم چی کار میکنه این چه شکلیه، ولی ایزی بیک خدا بیوتیه. بچه چقدر هیجان انگیزه، واقعا دست صدف درد نکنه. ببین من نمیدونستم صدف میخواد کادو بده بهم و اینجوری بودم که داشتم واسه شماها خرید میکردم، بعد وقتی صدف اینو داد قشنگ بودم که از هر دستی میدی همون دست میاد، باورم نمیشد. ببین این دوتا ریمل کالر پاپ هم خودم گرفتم که سعی کردم استفاده کنم، وقت نشد چون از این ریمل رنگی هست، خیلی هیجان انگیزه. این هم یه توسیشه، توسیش هم تا زغالیه ها. خب یه دونم بنفش دارم پیداش کنم بهتون نشون میدم. این هم صورتیشه، اینم دیگه برای خودم از کالر پاپ گرفتم. ببین کالر پاپ از این
رنگای خیلی فان خیلی داره که میزنی میگیری و دیگه نیاز نیستش که حالا مثلا بری از برندای خیلی لوکس الزامن رنگای مثلا فانکی و باحالو بگیری. مثلا من معمولا از کالرپاپ که این سری کلا سری اولی بود که محصولاتشو میدیدم و میخریدم، ولی مثلا نیکس هم من خیلی اینجوری خرید میکنم. همیشه هم سوغاتی برای دوستان نیکس میارم. ببین اینو برای شما گرفتم ولی احساس میکنم اینش داره میفته. اینقدر که من اینو همینجوری کیف رو همه جا رو فکر کنم دیگه از این حالت این که بخوام گیفت بدم در اومد. چه عجیب، اینم برای شما گرفته بودم. چی شده؟ اینقدر یه چیزی شده فکر کنم نتونم گیفت بدم، یه چیز دیگه میگیرم. شیگلم اینم باز برای شما گرفتم. ببین جالبه برای من شیگلم اینقدر ترکونده. من واقعا هرچی الان حتی من مثلا 5-6 تا محصولشو بیشتر نگفتم ولی هرچی ازش گرفتم خیلی راضی بودم. ببین اینو یادم رفت بهتون، یعنی اومدم قبل از اینکه باز کنم نشون بدم. اینم دوباره از کالرپاپ آیلاینره ولی رنگ مینته. اینم دوباره میگم من این رنگای فانکی رو خیلی از این برندا میگیرم. این آهان یه سری از این آیتما رو هم نیلوفر به من داد. ببین مثلا این روژ سیاه‌تر رو نیلوفر به من داد. داریم مگه؟ خیلی خوشگله. وای بچه رد و برق رو دیدیم پشتم. این پاپ بیوتیه، خیلی به نظر جالب میاد. این تینت مال برند شیگلمه. اینم دوباره برای شما از برند کالر پاپه. خیلی رنگاش خوشگله، من خودم مردم براش. اینم کالر پاپ برای شما. ببین چه بارونی داره میاد. آقا من این کرم واتر کریم تاچارم گرفتم از خود سفورا گرفتم، بعد دیدم صدف کد تخفیف گذاشته. این کلا اگه حواستون به استوریای صدف باشه، صدف تنها کسیه که تاچا کد تخفیف میزنه. یعنی من ندیدم کسی هیچ بیوتی بلاگر دیگه ای بذاره، تنها کسی که دیدم صدفه. او اینم صدف داده واتر پروف ستینگ اسپری. با این چه برندیه؟ او اس. نمیشناسم برندشو بچه ها ولی خیلی آشناه، یعنی توی سفورا خیلی دیدم. این ستینگ اسپری، اسپری ستینگه. ببین من این کاری که میکنم، خب کاری که صدف هم انجام میده، بعد یه سری ها یه حالت مثلا انگار که واقعا بخوان آدمو اذیت کنن. آقا تو داری اسکی میکنی اما مامان بیوتی اینا اینجوری هم که باوجه. آها اینو واسه آقای کشاورز سفارش کرم دست ریر بیوتی داده بود، برای ایشون آوردم مثلا کنار. آره تو داری مثلا اینجوری میکنی اونجوری که گفتم بابا جان من اگه. بعد این حرکتی که مثلا ریاکشنشون یه چیزیه که توی اتفاقا کالچر آمریکایی‌ها خیلی زیاده. مثلا اگه فیلماشون رو ببینین شما این حالت شاید بهتون دست بده. مثلا لیلی پانز هم خیلی این کار رو میکنه. یه چیزی که من خودم انقدر سریع هنا مانتانا دیدم، اینو از هنا مانتانا برداشتم. و اتفاقا وقتی صدف دیدم یه دلیلی که خیلی هم با صدف ارتباط گرفتم بود که تمام چیزی که من مثلا میدیدم و تمام کاری که خودم انجام میدم صدف انجام بکنه. صدف جزو کسایی بود که باعث شد که من پیجم رو نترسم و شروع کنم. چون موقعی که من شروع کردم صدف کنم 5-6 ماه بود شروع کرده بود و همیشه خیلی دوستش داشتم که اینقدر، چون صدف اولین کسی بود که اومد جلوی دوربین و خیلی راحت استوری گرفت و صحبت کرد و یعنی زندگی واقعیشو نشون داد. بقیه اون موقع همه رو جست می اومدن استوری میذاشتن، یعنی فقط لحظات خاص، عکسای فقط بدون حرف اینا. صدف اولین کسی بود که من جلوی دوربین حرف زد و من همین صدف رو خیلی دوست داشتم و همچنان بهش میگم که من کلی از رو این کار تو جرأت اینو پیدا کردم که منم خودم باشم و بیام همین مدلی دقیقاً با مخاطبم ولی تو هیته کاری خودم که دکوراسیون صحبت کنم. و واسه همین حالا این مدل اینطوری کردنم یه چیزیه که دقیقا صدف هم انجام میده، منم انجام میدم و
جالب به اون کسایی که آره تو میخوای ماما بیوتیست کنی، بابا جان چرا؟ من نمیدونم، یه سری دوستان آدم ها رو علیه هم بلند کنن، نمیدونم چرا. خب آیتم بعدی پاولاز چویس اکسفولییت، این فکر کنم شوینده صورته که قشنگ عمقی میشوره، اکسفولییت میکنه یعنی که عمقی شستن، یعنی قشنگ بره تو پوست آلودگی بیاره بیرون. اینم مامان بیوتی داده، اینم مامان بیوتی داده شارلوت تیلبری. هلو دارلینگز، دیدی شارلوت تیلبری خیلی برندش نازه، واقعا برندیه که من پکیجینگش واقعا میش 20 میدم. ایناش بریم زینوشو بردارم. هلو دارلینگ، ناخونای منم دیگه بچه ها به ابدیت پیوسته. نه منظورم اینه که دیگه از اون حالت چیزش در اومده، شیتانس نیست دیگه. آها اینو، این رودامو بهتون نشون ندادم، حالا رودامو همه رو میزم کنار هم با هم آنباکس کنم. آها این مال برند چیزه، این کامیلا کوئلو، یه اینفلوئنسر فشنه که من خیلی دوستش دارم. برند الا لوز یا چیزایی، آره اصلا هیچ وقت نمیتونم بفهمم اسم برندشو. اینم مامان بیوتی داده، نمیدونم چیه. قاعدتا روژه دیگه، قطعاً به آقا. اینم از نگی میرصالحی، یه برند، یه اینفلوئنسر دیگه برندش خریدم. ولی ببین واقعا نگاه کنه، مثلا اینفلوئنسرایی که خارج از ایران هم وقتی یه برند میزنن انقدر راحت اینترنشنال کار میکنن که حد نداره. اون وقت ما با هزار تا روش مختلف، من خود همین سایت هم که زدم الان خط پشتیبانی سایت من قطعه و وصل نمی کنن و من هنوز تو پروسم. خب این از نگی میرصالحی، برند گیسو که ببین اومده اصلا کلا اینو بهتون میگم الان، لیپ گلاس بزنن یکه خیلی مود شده، همه برندها دارن لیپ گلاس میزنن، یعنی همه رفتن تو کار گلاس لب که مثلا به جای روژای مات الان دیگه کسی روژ مات نمیزنه. آقا اینم مامان بیوتی داده، وان پاف تو ساید. این مال مال چه برند ریال تکنیکه، دست مامان بیوتی در نکنه واقعا شرمندم کرده. آقا اینم دوباره مامان بیوتی داده، این نارسل اینو من نخریدم. وای نگو اورگاسم، اورگاسم این مدل نارس آقا چه جیگریه. هاللویا خیلی خفنه. خب آها اینو خودم از چیز گرفتم، آمازون. ببین این کلیپس های تقسیم سر هست به علاوه، آهان اینو مامان بیوتی داده ولی من خودم هم از این خریده داره بودم که ای بابا من اینو خودم خریده بودم، میدونستم نگفتم. من این مدل شکرتم که البته خب خیلی مدل پهنیه، امروز هم دیدین غزال اومده بود من از این کلیپس ها خیلی استفاده کردم، ولی این همون کلیپس آرایشگاهی هست ولی من یه کالکشن رنگ های نود و خوشگلش رو گرفتم که میبینین همه رو با هم استفاده دارم، یعنی دیگه نخواد مثلا رنگ های زیر باشه و میشه آمازون گرفتم. بعد اینم از این وسایل خودم بذارم اینجا که قاطی نکنم با وسایل شما دیگه، یه باره جدا کرده باشم. آهان اینه که هیچی، این ریمل ملینا تاجه که الان یهو از غذا تو این کیفم بود، کیف لوازم مال لوازم آرایشی خودمه. اینم براش خودمه، این رو دارم بذارم دوباره اینجا. این نیکس هم نیلوفر به هم داده و ببینم چیه، ولی چیزه الان دیدم یکم پس داده جرئت ندارم باز کنم. آها اون که بهتون گفتم آقای کشاور سفارش داده، این مال رر بیوتیه، کرم دستشه این شکلیه. بعد من چون این دستم همش باید مرطوب بشه همیشه یک کرم دست دارم، بعد گفتم بزن این رو بگیرم مثلا حالت کتل مچلی. بعد دوباره آها اینم برای شما گرفتم از کالر پاپ که این مال چیزه شاین میده به صورت، چیه هایلایتر.
هایلایتر کالر پاپه. آقا این جلیه رو من بایستیم بهتون نشون بدم. این جلیه رو من فکر کردم اون مال میلکای چیه اونه، اشتباهی گرفتم، ولی خب دیگه گرفتمش دیگه. او اینا از آمازون. فرق داره با مال میلکا. ولی همونطوری ژلیه. میلس اسمایل یه برندیه که من اشتباهی گرفتم. اینم دوباره یه حالت هایلایتره از کالر پاپ. خراب نشه چون اینا مال شماست. من بذارم این تو، اینم تو باکس شماه. بعد آقا صدف از ریر بیوتی اینو داده بهم. خیلی ذوقشو دارم، ریر بیوتی خیلی دوست دارم. خب این چه براش خودم اینجا چیکار میکنی؟ یعنی من یه از لوازم آرایشی خودم هم این توه. اینم تو فیست ژلی گلاس. خب این رودم هم یکی دیگهش پالت ولنتینوی خودم که عاشقشم. و این واقعا پالت خوش رنگیه. ببین این صورتیش واقعا خوش رنگه. جزء چیزایی خیلی خوبیه که من گرفتم، خیلی راضیم. آهان اینو خودم، اینم هم میبین، اینم جزء ریملاییه که خودم گرفتم. اینم که چی قدیمیه. آه اینم فکر کنم نیلوفر به هم داد اگه اشتباه نکنم. آره اونایی که نیلوفر داد فکر کنم، مطمئن نیستم. آره بعد اینم پالت اورگلاس خودمه که گفتم حالا دیدم همه رو بهتون نشون میدم، اینم نشون بدم. ایوا اینم جز پالت های روزگونه فوق العاده خوبه، خیلی پالت خوبیه. یعنی اینم اگه این پالت جز پالت های به نظر من بیسیک، یعنی اگه بگیرین تا عمر دارین ازش استفاده میکنین. اینم که خودم دوباره گرفتم توی یکی از ولاگام فکر کنم مثلا گذاشتم که گفتم چیز میبلین، بگو کانسیلر میبلین. آها اینم واسه شما گرفتم. بچه ها من اینو دارم خودم و انقدر خوب بود که گفتم برای شما بگیرم، چون که واقعا این روژای شیگلم خوبه. اسمال برندش شیانه من قاطی میکنم. اینم واقعا مطمئن نیستم صدف داده یا نیلوفر، فکر کنم اینو صدف داده. آره گلاس لالس، بلند لالس. آها آهان آقا من این چیزو گرفتم، این بگو روژ فاوندیشن دیو رو گرفتم، ولی تا الان بازش نکردم. یعنی اصلا میگم سه لبزم آرایش های خودم هم این توه که حالا اینو به زودی استفاده میکنم براتون ویدیو میگیرم، ولی من اونجا که چک میکردم به پوست من این مدلش از همه بیشتر میخورد. مدل فوریورشه، سیمیلشه، رنگ و اینا 3N. آره این یعنی مناسب کسایی که پوست چرب دارن. خیلی مهمه که اونشو درست انتخاب کنیم. اینم دوباره مداد خط چش مایع شیگلمه که بر خودم گرفتم. اینو صدف بیوتی، مامان بیوتی داده، ننه بیوتی داده. اینم دوباره از برند همین کامیلا کوئلوه فکر میکنم. اینم گلاسه، آره لیپ گلاسه. میگم همه زدن تو کار لیپ گلاس. بهتون گفتم یه دونه، نمیدونم گفتم اول ویدیو یا نه، این مال چیزه، بگو مال همین گلم گلوه، ولی این سروم بی اچ آه. نمیدونم چه کار بردی داره، حالا سعی میکنم در بیارم. کلیرفاینگ ری تکسچرایزینگ. این
توت فرنگی، اون یکی هندونه بود. اینم با اونه. من چند تا عدسه زدم، اصلا صدا رو میبینین از دست دادم. آها ببین اینو من واسه شما گرفتم، ولی 10 دفعه تا اینجا درش باز شده و نمیدونم استرس اینو دارم که اصلا آسیب دیده باشه. ندیده آسیب، ولی نمیدونم چرا درش انقدر این باز شد. و من خیلی ها رو از پکش در آوردم از استرسم که تو چیز گیر ندن، واسه همین دیگه نمیدونم چه اتفاق بود. یعنی حالا چک میکنم اگه اوکی بود که میذارم همون که برای شما. سرمه چشمه مال شیگلم و میگن خیلی خوبه. اینم دوباره شیگلم لیپ اویل. بعد دیگه اینم برای شما، یعنی رفت سمت این من، یعنی برای شما. آها اینم نارس فکر کنم، اینم مامان بیوتی داده، لیپستیکه، لیپستیک مامان بیوتی داده. ببین چقدر چیز نیست به هم داده صدف واقعا. برای گردنیه روژو از نارس، خیلی خوشگله. بعد آهان گفتم بهتون یه دونه کالر پاپ بنفشش هم گرفتم، اینه. بعد آها این سیاته هم دوباره، دوباره چیزایی که نیلوفر گرفتم اگه اشتباه نکنم. آها لیپلاسه، اینم نیلوفر به هم داده به قول صدف کار که زوم بشه. آها این نیکس هم دوباره نیلوفر گرفتم، خط چش سفیده. ببین من این مداده رو که گرفتم، میکاپ فور ایور، وای خیلی خوبه. من یه دونه اینو از قطر گرفتم رنگ تیرش، و بعد رفتم آمریکا یه دونه رنگ روشن‌ترش هم گرفتم که اگه حالا اینجا بهش بر بخورم حتما بهتون نشونم. ولی میکاپ فور ایور این مدل خط لباش، ای خواستین اسکرین شات بگیریم، خیلی خوبه. این هم خط لبیه که از کایلی با اون چیزه بود از دستگاه، این بود در اومد، ولی واقعا رنگش رو خیلی دوست ندارم. این هم فکر کنم من نیلوفر گرفتم. لیپ گلاس ویکتوریا سیکرته که واقعا لیپ گلاس های ویکتوریا سیکرت خیلی خوبه. این هم دوباره از نیلوفر گرفتم که فکر میکنم خط لب بنفشه. این هم دوباره رنگ صورتی همون ریمله. این همون روژ خودمه که گفتم بهتون، خیلی مال شیگلمه و خیلی دوستش دارم. یه دونه هم که برای شما گرفته بودم. بعد آها این چیه؟ یادم نمیاد واقعا. ببین واقعا اینو یادم نمیاد، فکر کنم آها کالر پاپه. اینم خط لب کالر پاپه که باز برای شما گرفتم. آها این اون یکی رنگه که بهتون گفتم 206، نه 600، یه همچی چیزایی شماره رنگشه، مال همین میکاپ فور ایور 3M02 هم شاید همینه، یه چند تا عدد داره، من همه رو گفتم. اینم من دوباره اونجا بودم گفتم که چقدر چش خودمه. اینم فکر کنم مال شماه. آره اینم شیگلمیه که برای شما گرفتم. اینم واقعا یادم نمیاد، نمیدونم چیه. بیوتی ده پلاسما لیپ بلینی، فکر کنم اینو مامان بیوتی داده به، اگه برام ناآشنا باشه اینطوریه. چیزی که خودم خریدم که یادم بود که خودم خریدم. آها اینم لورا مرسی هم مامان بیوتی داده بود. این کلز اینم به هم سفورا چیز داد، مرتب کننده کلزو به هم گیفت داد. اینم لالس هم مامان بیوتی داده که گلاسشه. اینم لورا مرسیه چیزشه اگه اشتباه نکنم، کالر لاش. اینه مامان بیوتی داده. اینو دوستشم نشون بدم چون اینو واسه شما گرفتم، یه شاین خیلی خوشگلی داره. اینم از کالر پاپه و گلاسشه. اینم مال شما. آها این پدارم صدف داده. ببین از این پداست که
اینجاها رو که چیز میزنیم بگو همین الان منم زدم سفید کنند بیک. خدایا اینقدر خستم دیگه اصلا نمیفهمم دارم چی میگم. امیدوارم به مراسمی که میخواییم بریم برسیم چون بارونم داره شدید میاد. اینم دوباره از نیلوفر گرفتم که از این گلاس های ویکتوریا سیکرته. بعد اینم یه دونه شالو تیلبری آیلاینر گرفتم، خط چش گرفتم که بهم گفتن خیلی خوبه. اینم که براش قدیمی خودم این توه فکر میکنم. اینم آره مال شماه، همه اون شیگلمه است خب که گفتم تو خودم هم دارم یه دونه شو، یه دونه یا دو تاشو نمیدونم دارم ولی قشنگ ازش خیلی خوبه. فکرم یه دونه دیگه هم دارم، ام کازمتیک، اینو فکرم از نیلوفر گرفتم. آره جز چیزایی بود که نیلوفر بهم داد. من نیلوفر خیلی این کارم کنم، یه دونه من روش دارم 7 ساله دارمش و نیلوفر اولین روزا بود بهم داد. خیلی هم ما از این کارم میکنیم، بین هم تبادل میکنیم. اینم کالر پاپس شادو استیکشه واسه خودم. یه سری رنگایی که مثلا داریم ولی استفاده نمیکنیم و اینا رو بین هم تبادل میکنیم. اینم همینطور، اینم نیلوفر داده، اینم نیلوفر داده. آها این تو فیس اینو چیز داده، مامان بیوتی داده. من که به فیلم فیلم افتادم نهاش ببین عجب چیزی ماله تو فیس ده بچه عجب شاینی داره. او مای گاد زمانی کنم هرچی اون بری کردم معلوم نشد، ولی ببین نشاین خیلی قشنگی داره ولی میاد روی این خیلی شاینش معلوم نیست. شاین توی این چیزش زیاده، این خود پکیجش میبینی این درشتره ولی میاد روی دست و اینا. آها یه حالت نیمه طلایی داره، تو معلومه نه معلوم نمیشه، خیلی ریزه. از این چیزاست که تو نزدیک شاید آدم متوجه تو دوربین خیلی نه. بعد کیسه های من، این پودر بیک خودمه که خودم دارم از لورا مرسی. من پودر بیکم لورا مرسی است. اینم قطر گرفته بودم، استیکای مال پیکسیه خب مال این شکلیه، بعد اینا هم خیلی مدت رنگ شد اینطوری میزنی ولی خیلی رنگ نداره، خیلی نباید توقع رنگ زیاد داشته باشه. مثلا این شمارش که حالت هلویی من دارم. آه اینم گرفتم، این از ایناست. نمازه خودم من اینو چند سال پیشا داشتم خب کدلی اسپری. ببین هم میتونی زیر آرایش بزنی هم میتونی روی آرایش بزنی. بعد دیگه تموم شد و فلان، حالا چند سال خیلی وقت پیشا مود بود دوباره این سیدن هم بود، دلم برای بوش تنگ شده. یه بوی ببین این روش انگور زده، واقعا هم بوی باغچه های مامان بزرگا که انگور بهش آویزون بود یه همچین بوی میده. اینم ناتاشا دنونایی که خودم ازش دارم. سیه بیا مامان، بیا مامان، بیا ببین اینجا چه خبره. آه اینم واسه شما گرفتم کالر پاپ جون، بیا عزیزم نم آسیب ندیده باشه. نه اوکی استرس میگم. بیا پسر، پسر بودو اینجا، بودو بی بالا. ریمل خودم چیه؟ بدگل چیزه بنفیته زیاد. بیا چینو پسر. این چیکم خدا بیوتیه. چیه ماما؟ چی خدا بیوتی؟ اینو صدف داده ها سمی نمیدونم چیه. و اینم از این تینو خان. آقا
این از این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو بهتون کیف داده باشه. کلن ویدیوی میکاپی بود بایه مامان، ویدیوی میکاپی بود. میکاپ با غزاله شروع شد. منم دیگه فکر کنم تا یه ساعت دیگه ماکسیموم از خونه بزنیم بیرون بریم که بریم به امشب مهمونش برسیم. میام چین خان سابسکرایب چنل یادتون نره. حتما بگین چه جور ویدیوهایی هم دوست دارین توی کامنت که بیشتر از اونجور چیزا براتون بگیرم. سابسکرایب کامجاب همه چی بلند.